با سلام و درود حضور بینندگان عزیز تلویزیون تن در هر کجا که هستن، من سعید سلطانپور مجری برنامه راه حل در یک شنبه بسیار زیبای پاییزی که خیلی بعیده توی این آنتاریوی ما، در خدمت یکی از تحلیلگرای مسائل ایران آقای دکتر علیرضا حقیقی هستیم در رابطه با مسئله مشکل بانکی و اختلاسی که اخیراً تمام دنیا رو گرفت و به این دلیل برای ما مهمه که یکی از قسمت‌هایی که مهمتر میشه به دلیل اینکه یکی از ابعاد قضیه توی کانادا قرار داره و تو تورنتو هستن. آقای علیرضا حقیقی خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون، متشکرم. منم خدمت شما و بینندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که این روزا شما به عنوان کسی که توی این مسائل ایران در حال وارد هستید و به قول معروف تحلیلتون هم به مذاق بعضی خوش نمیاد، در حال چون مثل اینکه اون چیزی رو که شما از سیاست میگید اونها اون چیزو نمیخوان بشنون. خدمت شما عرض کنم که واقعا دوست با توجه به شناختی که از سیستم سیاسی و اقتصادی ایران دارید، این چگونه بود؟ یعنی مثلا اینکه اختلاس بود، یکی رفته مثلا اینجا رشوه میدن میخوان دور بزنن برن، به همین سادگی بود؟ یعنی نه، مسئله اختلاس و مسئله پیچیده است که به هر حال باعث توجه داشت در جامعه ایران، چون به هر حال دولت نفتی بوده و پول در حقیقت در دست دولت بوده. اختلاس‌های دولتی یا چیزهایی که توسط بخش‌های دولتی مورد اختلاس واقع می‌شده خیلی انعکاس جدی تو جامعه پیدا نمی‌کرده. خب در جاهایی که سیستم با مالیات می‌چرخه این اختلاس‌ها خیلی ابعاد وسیع‌تر پیدا می‌کنه. دومی که دانش اقتصادی و سیاسی جامعه تعیین کننده است در فکری که اختلاس رو معنی پیدا میکنه. ببینید چند تا نکته که ابهام زدایی بشه خیلی مهمه. نکته اول این هست که گاهی اوقات سوء مدیریت، یعنی کسی ممکنه آدم درستی باشه، خیلی هم خوب باشه، اما سوء مدیریتی که میکنه باعث بشه که منابع مالی کشور به قول معروف به یغما بره یا درست مصرف نشه. مثل اینکه شما یه بنز رو، یه مرسدس بنز رو بدید دست یه بچه 4 ساله. خب الان اگر دقت کنید دولت آقای احمدی نژاد فقط در یک قلم در مورد اصلویه سیاست نفتی آقای احمدی نژاد ما حداقل سالی 80 میلیارد دلار ضرر میکنیم. 80 میلیارد دلار مگه چقدر پروژه است؟ بله، پروژه نفت. بله، بله، اونی که چون قطر میبره ما نمیبریم. یعنی همین تأخیر در اجرای پروژه ها یا اون چاه نفت آزادگان، فقط اینا موارد نفتیشه. موارد دیگه هم بسیار زیاد این موارد. یعنی شما نگاه کنید حداقل 25 برابر این پولی که اختلاس شده نتیجه سوء مدیریته. ولی اون سوء مدیریته رو شما کسی نمیبینه، کسی تمرین سرصدا نمیکنه. این نکته اول قضیه. نکته دومی که شما ممکنه یک کسی اجاره نشین باشه، نمیدونم همچیز که در مورد آقای مشایی میگن که صاحب خونش میگفته که من از مناجات نیمه شب ایشون بیدار میشم و آقای احمدی‌نژاد ممکنه حتی پیکان سوار شه فیلم مثلا یا هیچی به ثروتش افزوده نشه باشه، ولی این پولها برای تهیه و تدارک تداوم قدرت به کار بره. بنابراین اون تصویری که از ما اختلاس داریم که کسی پول برداره بره مثلا بنز بخره، نمیدونم بره ماشین بخره، بره ترتیبات، این تفاوت داره. این چیزی که توی قرض منظورتونه که شما در حقیقت اینا این پول تشکیلاتی برای بله. حالا من قدرت بله. حزبی بله، برای تداوم قدرت است. حالا من توضیح میدم، من اول ابهامات رو دارم میگم که ما داریم. سومم این که یک کسی ممکنه مرد خوبی باشه و انسان درستکاری باشه، ولی این معلوم نیست که وقتی که میاد توی حوزه سیاست و حوزه مدیریت اقتصادی بتونه اونجا رو خوب اداره کنه. این موضوعی است که باید همیشه، چون بعضیا این تفاوت داره، میگن مرد خوبیه، خب مرد خوبی باشه ولی ربطی نداره به قضیه. نکته چهارم این هست که در جامعه ایران همین که دولت چیز رو توضیح کنه یا پول رو بینشون پخش کنه، اون احساس رضایت خاطرشون بیشتر از اینست که پروژه‌های بزرگ رو اجرا کنه. سیاستی که آقای احمدی‌نژاد به کار برده، یعنی فیلم اثر سعی کرده به تو بخش‌های محروم، روستاییان یا حاشیه‌نشین‌ها نامه‌هایی رو که می‌فرستن جواب بدن 50,000 تومان تا 200,000 تومان پول بده. برای خسیار از این افراد همین 50 تومان تا 200 تومان اهمیت داره. دیگه کار ندارن که حالا این سیاست‌ها در کلش داره پیش میره، پیش نمیره و اون جنبه رو می‌بینن. اینم یه مسئله است که من قبل از اینکه چیز کنم یه گریزی بزنم به همین اونتاریوی خودمون، مزرعه داره همین حاشیه، اگر شما سالانه 100 دلار که بهشون میگه دولت من مالیاتونو کمتر میگیرم، میبینید اصلا به محافظه‌کارا رای میدن برای 100 دلار. بله، خب همین سیاست توزیع مالی سیاستی است که پاپولیستیه
و کمک میکنه به جذب آرا و اینا. دقیقا. ولی توجه نمیکنن که این سیاست در یه جای ممکنه خطرناک باشه. مفهوم که منابع رو برای سرمایه گذاری و تولید حذف میکنه و در کوتاه مدت ممکنه جامعه سود کنه، یعنی عده سود کنن، ولی در دراز مدت همه رو ضرر میکنن. حالا اجازه بدید من یه ریویو کنم ببینیم اصلا دولت آقای احمدنژاد این مدل اختلاس، یعنی این نوع بی انضباطی مالی چطوری شکل گرفته. ببینید در دولت آقای خاتمی تنها ریاست جمهوری بود که صندوق در اختیار ریاست جمهوری رو حذف کرد، یعنی بست. یعنی قبل از ایشون رؤسای جمهوری صندوق در اختیار داشتن که به هر حال میلیون دلار پول توش بود و اونا در موارد خاص میتونستن این پول رو به هر کسی میخواستن اعطا میکردن. آقای خاتمی که اومد برای انضباط مالی اول این صندوق رو بست و بعدم میدونید که به هر حال در دوره ایشون انضباط مالی نسبتاً خوبی برقرار بود، رشد اقتصادی خوبی برقرار بود و در نهایت هم موقعی که دولت رو تحویل داد اون پولهایی رو که حفظ کرده بودن به عنوان صندوق ذخیره ارزی در دوازدهم حالا بین 10 تا 17 میلیارد دلار پول آماده بود توی اون صندوق ذخیره که خیلی‌ها به آقای خاتمی میگفتن آقا این پول رو توزیع کن. همین سیاسی بعدن آقای احمدنژاد اعتراف کرد این میتونه باعث رأی بشه به نمایندگان استاد طلب، که آقای خاتمی گفت نه، من منافع ملی ایران بیشتر مد نظرم هست، به خاطر همین کار همین مسئله خودداری کرد از اون. خب وقتی که آقای احمدنژاد اومد از همون اول اقدام سیاسی آقای احمدنژاد نشون داد که این دولتی است که هم میخواد کنترل و نظارت رو برداره و هم میخواد که فضای ایجاد کنه که بتونه در حوزه امور مالی و حتی حوزه بوروکراسی بستیت داشته باشه، یعنی کسی مانع و مزاحمش نشه. پس بنابراین اولین کار انحلال سازمان برنامه بودجه بود و بعد ایشون سعی میکرد که با وزرایی که میذاره ازشون منابع مالی بخواد. فیلمثل آقای هامانه که وزیر نفت بود به ایشون زنگ میزد میگفت که مثلا من یه نفر میفرستم شما 7 میلیارد به ایشون پول بده، در حالی که وزیر نفت میگه آقا ما صندوق در اختیار وزیر مثلا 7 میلیون تومان بیشتر پول نداره. از این موارد در همه موارد ایشون سعی کرده بوروکراسی رو دور بزنه و اصولا معتقد بود آقا نماینده مجلس هم سر کار هستن، کارشون بیخوده، و چون ایشون اعتقادش این است که ایشون دولت امام زمانه، این دولت وصل میشه به دولت آینده امام زمان و خودش هم به اصولگرایان گفته بود، گفت اون من قلم کسی رو که بخواد از این بره کاخ ریاست جمهوری بیاد خرد میکنم. در حقیقت یعنی ایشون معتقده که چون از لحاظ ایدئولوژیک در حقیقت دولت منتخب امام زمانه، وظیفش این است که این دولت رو وصل کنه به دولت امام زمان. خب حالا برای این کار شما منابع مالی نیاز داری، یکیش منابع مالیه، منابع اطلاعاتیه، منابع نظامیه. خب بخشی از این موارد رو مشکل داشت آقای احمدی نژاد چون در اختیارش قرار ندادن. در مورد منابع مالی هم با یک مشکل جدی روبرو شد، اینکه آقای خامنه‌ای اجازه نداد که افرادی رو که آقای احمدی نژاد می‌خواست به ریاست بانک مرکزی بذاره. در نتیجه با آقای اولین رئیس بانک مرکزی در دوره آقای احمدی نژاد که استعفا کردش، بله آقای بله، بنابراین با اولین رئیس قبل از بهمنی تهماس، بله تهماس مظاهری، جناب آقای مظاهری که به هر حال سعی می‌کرد انضباط برقرار کنه و از همونجا چالش شروع شد به این مفهوم که سیاست آقای احمدی نژاد رفت به سمت توزیع منابع مالی با افزایش قیمت نفت، رفت به سمت توزیع منابع مالی. اولین توزیع منابع مالی مربوط شد به طرح‌های زود بازده که اگر الان دقت کرده باشید نزدیک به 60 تا 100 میلیارد دلار شاید هم بیشتر از این منابع نفتی که شده از طریق طرح‌های زود بازده تزریق شد به سیستم که نزدیک به 48 میلیارد دلارش برگشت نشد به سیستم بانکی. یعنی اگر الان ما 3 میلیارد دلار اختلاس صحبت می‌کنیم 48 میلیارد دلار اونجا پول برنگشته، ولی جامعه این واکنش نشون نداد. تازه مطلع نشدن، بله نه مطلع شدن چون آقای مظاهری استادگی میکرد وای میساد و خود ایشون در مصاحبه میگفت که چون میدونید که همون اولی که آقای دانش افل شد وزیر اقتصاد آقای احمدی نژاد اومد یه سری رؤسای بانک‌ها رو عوض کرد، یه لیست داد دست آقای دانش افلی و گفت که اینا رو میذارید به عنوان رؤسای بانک‌ها. خب افرادی بودن که ناآشنا بودن، ناوارد بودن و همون اختلال ایجاد کرد در سیستم بانکی و محل و موضع سوء استفاده و دلال و کسانی که دلال بودن توی قضایا شد. خب آقای مظاهری در یک مورد حالا همین با مای زود بازده خود ایشون میگفت که رؤسای بانک‌های شعبات خاص مثلا در کرمان، در زاهدان، جاهایی که
گروه‌های خاصی رو که آقای احمدی‌نژاد مد نظر داشتن و توصیه می‌کردن برای اینکه این گروه‌های حامی اینها بتونن منابع مالی بگیرن، خب اینا توصیه می‌کردن و اگر رئیس بانکی مقاومت می‌کرد من میگفت اسناد و مدارکی که اینا بخوام بیارن فاقد اینه که من وام بدم، اونا رو برکنار می‌کردن. شما حتی موارد دارید که افراد وام گرفتن رفتن تو بانک با وام 4% گفتن بانک خصوصی 15% 20% وام گرفتن. یعنی شما در حقیقت از جیب ملت یه عده‌ای صاحب پول و اموال شدن، اون جدا از کسانی است که پولا رو هم برنگردوندن، یعنی 48 میلیارد. حالا این یه جایی بود که با بانک مرکزی. دوم سیاست آقای احمدی نژاد که به نظر من خیلی مهم هست و کمتر بهش اشاره شده، ایشون دنبال این بود که نرخ سود و بهره رو بیاره پایین. حالا هدف نرخ سود و بهره چی بود؟ این بود که بتونه بخشی از این کارخونه‌ها، بخشی از اون منابع رو با نرخ‌های سود پایین واگذار کنن به دوستان و اون گروه‌های حامی خودش. یه صحبت رو نداره در حقیقت ببینید همین سیستمی بودش که شاید واقعا میشه گفت در زمان رفسنجانی ادامه داشته، یعنی واقعا کپی سیستم رفسنجانی به یک نوعی، البته از نظری که تیم خودشون رو در خاتمی خوب از این نظر خیلی مبرراتر بود، ولی واقعا چون عملا هر باندی که قدرت مالی داشته باشه میتونه دقیقاً میشه گفت آقای احمدی نژاد با اینکه شعارش علیه رفسنجانی بود قبل از انتخابات در سال 84، یعنی در اردیبهشت 84 ایشون در استادیوم شیرودی اون سال والیبال شعار میداد که من اومدم که پول رو از پولدارا بگیرم بدم به فقرا. این شعار اصلی کلیدیش بود و همین بود که آرا جذب میکرد. من علیه مافیای نفتی دارم اقدام میکنم. ولی بعد از اینکه به قدرت رسیدن سعی کردن همه اون تیم آقای رفسنجانی، حتی گروهای سرمایه‌دار، گروهای صاحبان صنایعی که با اونا کردن و بیارن توی سیستم خودشون. مثلا همین آقای رحیمی که معاون رئیس جمهوره، این رئیس ستاد انتخاباتی آقای رفسنجانی بود در استان تهران، یا آقای کردان، همه اینا رو آوردن توی مجموعه خودشون برای که بتونن از اینا استفاده کنن تو بازی خودشون. نکته دومم که ایستادن همون کارخونه ها بود. مثلا فرض کنید کارخونه تراکتورسازی تبریز، موارد متعددی که متأسفانه باید یک کار جدی بشه. مثلا ما خبرنگاران داشتیم در این حوزه مثل آقای بهمن احمدی بهمن که الان زندان هست، 6 سال زندان. بله ایشون این بزرگترین کارهای تحقیقاتی رو در این موارد کرده. اتفاقا بزرگترین جرمش هم گفتن در مورد همین حوزه‌های مالی مطلب نوشته. این پس دومی تاکتیکشون بود. سومی تاکتیکشون بازی با تعرفه بوده، یعنی مثلا که اتفاقا همین آقای بهمن احمدی گزارش نوشته که آقای مسئولینا گروه آقای محصولی که اون موقع وزیر بود در چیز وزیر نبود اون موقع، هنوز وزیر کشور نشده بود، اینا با آقای احمدی نژاد بودن، اینا موبایل وارد کردن به تعداد زیاد، بعد یه دفعه تعرفه موبایل رو بردن بالا و قیمت موبایل حداقل 50,000 تومان توی مارکت ایران رفت بالا. یعنی چیز نزدیک به 2-3 میلیارد دلار با بازی تعرفه تونستن پول ببرن. بله خب جای ثبت نمیشه. یعنی دقیقاً بازی با تعرفه، خرید منابع دولتی با سود کم که آقای مظاهری مقاومت میکرد که نرخ سود بیاره پایین، ولی آقای احمدی نژاد میخواست سود ببره بالا، سود بیاره پایین، ولی آقای مظاهری مقاومت کرد و وام های زود بازده. این سه تا پروژه بود که مضافم برای اینکه در بند چهارم توسعه یک قانونی بود که شرکت ها و وزارت خونه ها میتونن یه بخش از خودشون رو به مثلا به قول صرف امور خیریه کنن. این هم از اون منابعی بود که اینا مورد استفاده قرار دادن. پس در دوره اول این 4 تا سازوکار بود برای جمع‌آوری منابع مالی و افزایش قیمت نفت این توانایی رو به اینا داد که بتونن با پول‌هایی که الان گزارش تخلفات اونها هست در بودجه 86 87 همه موارد دولت خلاف مرتکب شده، پولا رو واریز نکرده به صندوق، ولی اون پول زیادی که وارد شد مانع از این شد که این سیاست غیر مدبرانه توی جامعه چیز پیدا کنه، بس پیدا کنه. حالا میاد در دوره دوم، گفتیم که از همون دوره اول دقیقاً از 86 که آقای مشایی نفوذش بیشتر شد، سیاست ایشون این بود که با توجه به اینکه ریاست کانون ایرانیان خارج کشور رو داشت، دقیقاً معاون نماینده رئیس جمهور بود، نماینده و همه کار رئیس جمهور بود در اون کانون، کارش این بود که سعی کنه بیاد با افرادی که تو حوزه بیزنسن، سرمایه‌هایی دارن یا غیره، اینا رو جذب کنه تو مارکت ایران و اینا. از همین کانادا ایده رو بردن، از که آلمان بردن که این آقای امیر خسروی جزء همین مجموعه است، از آمریکا ایده رو بردن و خب سیستمشون بوده که اینا رو آوردن توی تیم خودشون و بهشون امکانات دادن، تسهیلات دادن
و خب در ازاش اینجوریه، سیستم اینجوریه، این دیگه امکان تحقیق و بازرسی توسط دیوان محاسبات رو ازش میگیره. به این مفهوم که به آقای معابد امیر خسروی فی‌المثل میگن آقا شما این، ما شما رو سپورت میکنیم، حمایت میکنیم، شما در ازاش ما موقعی که میگیم پول واریز میکنید به حوزه های ایرانی. ببینید آقای امیر معابد امیر خسروی خب نمونه خیلی جالبیه، ایشون با کمتر از 100 میلیون وارد ایران شده. بعد آقای مشایی در جلسه ای که صورت جلسه کردن که در حقیقت حالا ایشون مدعی شدن که به دستور رئیس جمهور بوده، اومدن 51% شرکت فولاد رو واگذار کردن به آقای امیر خسروی. درسته، به وزیر اقتصاد دستور داد این کار بکنن که در ازاش در آینده، درسته، یه در جاده رامسر یه جاده ساخته بشه. خب اون جاده که بخواد ساخته بشه، اون اگه بخواد ساخته بشه، در حقیقت دو تا خلاف مرتکب شدن، نه مزایده و مرتکب انجام دادن برای واگذاری اون سهام فولاد، نه مناقصه انجام دادن برای ساختن اون جاده. و بعدم نکته بعدش اینه، در حقیقت در حوزه‌ای که محل زندگی آقای مشایی بوده، یعنی در حقیقت جذب آرا بوده، این کار انجام شده و بعد از اونم شروع کردن به تماس با وزیر راه، با راهن جمهوری اسلامی که به این کمپانی شما پروژه بدید. یعنی به تمام به اندازه پول که سهام خریدن، پروژه اینا گرفتن از خود دولت، یعنی در حقیقت از جیب دولت در حقیقت یک کسی رو صاحب کمپانی کردن که در عرض 3 سال تونسته بزرگترین در حقیقت جهش سرمایه رو داشته باشه در تاریخ ایران. البته خدمت شما کنم، خبرگزاری مهر نوشته بودش که حسینی وزیر اقتصاد گفته که برخی از سهام فولاد خوزستان به فردی به نام جابری داده شده است. گفت نمیدانم جابری از اعضای گروه امیر منصور آریا هست یا نه. حالا این جابری پول برگردون، جابری از اون سهام برگردون. این از این. بعدش خدمت شما عرض کنم یه نکته دیگه است، اگر اینجوری باشه نشون میده که اینا رفته بودن که کلید زده بودن که مشایی بشه رئیس جمهور بعد از احمدی نژاد دیگه قاعدتاً. اگر بله خب اینا عملا جنای مخالف، جنای مخالف در حقیقت حرفش اینه که ما باید تداوم قدرت بدیم. شما برای که تداوم قدرت بدید بایستی دو تا، خب جاهای قدرت کجاست؟ مجلس، ریاست جمهوری، رهبری قوه قضاییه است. خب رهبری قوه قضاییه رو که خب اینا به هر نمیتونستن بگیرن، میمونه مجلس و ریاست جمهوری. خب مجلس و ریاست جمهوری اینجوری که باید شما نمایندگان مجلس رو بگیری و ریاست جمهوری هم ران کنی برای ریاست جمهوری. خب نمایندگان مجلس رو چی رو باید انجام داد؟ بنابراین اینا رفتن رو این که اگر ما بتونیم با توجه به حساسیت روی آقای مشایی بود که در آخر دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد آشکار شد، گفتن ما راهش اینه که ما بتونیم بریم تو شهرهای کوچیک، شهر روستاها و نماینده ها که اونجا چهره به چهره هستن، منابع مالی بهشون بدیم. این منابع مالی به کمک میکنه اونا که مردم رو بسیج کنن. در این حال اون افرادی که حالا چه نماینده بود، چه نمایندگان فعلی و چه نمایندگانی که ممکن آینده بشن، میتونن قولای رفاهی و مادی به منطقه بدن که ما اونا رو سپورت میکنیم. یعنی مردم میفهمن که اگر به این نماینده طرفدار دولت رأی بدن، فرض کنیم میخواد جاده کشیده بشه، نمیدونم این تیم میکنه، این میکنه. و خب میدونید تو شهرهای کوچیک و روستاها این مهمترین فاکتوری است که افراد به انتخابات رأی میدن، یعنی اینکه چقدر تاثیر داره این نماینده در زندگی روزمره شون. خب بعد وقت برای اینکه با شورای نیابان روبرو نشن، سعی کردن افراد بی سابقه، خوش سابقه و سفید انتخاب کنن با دو لایه، سه لایه، یعنی که اگر لایه اول رد شد یا لایه دوم رد شد، بتونن لایه سوم بفرستن تو و این همه منابع مالی میره به سمت این. حالا بجز این مورد آقای خسروی، سرمایه‌دار زیادی هستن که این موارد انجام دادن و از جمله صنایع خودروسازی سایپا که الان در حقیقت برادرزاده آقای مشایی داره اونجا مدیر عاملش هست، که مجلس هم تر طریق تفحص گذاشته از سایپا، اون همون کارو میکنه، یعنی میاد در حقیقت یک کاری رو ارائه میده به برای قطع سازی، به شرکت های قطع سازی که خودشون هستن، بهش میگه شما پروژه رو مثلا جای 100 تومن بنویس 1000 تومن. البته من از بحث نمیخوام خارج شیم، ولی من یادم سال 64 66 67 بود خود سایپا که بعدا مدیر عاملش رو که خیلی هم زحمت کشید و اتفاقا گرفتن، اونها کاری که میکردن دقیقاً چون بخاطر اینکه